دفتر مطبوعاتی ایالات متحده در سازمان اتلانتیک شمالی در واکنش به بخش فارسی صدای آمریکا اعلام کرد نتیجه تحقیقات و بررسی‌ها نشون میده حمله سایبری به آلبانی از سوی جمهوری اسلامی ایران انجام شده. این در حالیه که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی موارد مطرح شده در مورد حمله رو بی اساس خونده. نخست وزیر آلبانی اعلام کرد حمله سایبری تیر ماه 1401 با هماهنگی و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران انجام شده و از این رو دستور به قطع کامل روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران رو داد. همکارم کامبیز توانا گزارش میده. دفتر مطبوعاتی ایالات متحده در سازمان آتلانتیک شمالی ناتو در واکنشی کتبی به بخش فارسی صدای آمریکا گفت نتیجه گیری ما این است که دولت ایران این رفتار خطرناک و غیر مسئولانه را انجام داده و مسئول هک و افشای اطلاعات این عملیات است. ناتو همچنین گفت عملکرد ایران ناقض تمامی استانداردهای مسئولیت در زمان صلح از سوی یک دولت در حوزه سایبری است و یکی از این استانداردها خودداری از وارد کردن صدمه جدی به زیرساخت‌هایی است که اجازه می‌دهد به مردم خدمات ارائه شود. از دیدگاه آلبانی شبکه‌های دولتی بخشی از زیرساخت‌های اساسی محسوب می‌شوند. فعالیت‌هایی با نیت بدخواهانه از سوی یک دولت که با قصد حمله به شبکه اساسی و زیربنایی انجام می‌شود، عملیات خدمات رسانی به مردم را مختل می کند که باعث واکنش زنجیره‌ای در داخل کشور و حوزه جهانی می شود، امکان آسیب رسانی و خطر به مردم را بالا می برد و ممکن است به درگیری یا خارج شدن شرایط از حال عادی منجر شود. در تیرانا و ساعتی پیش از پایان مهلت خروج نشانه های دیده شده که در محوطه سفارت آتش برپا شده و سوزاندن در جریان است. پس از خروج و تخلیه کامل سفارت جمهوری اسلامی در تیرانا، نیروهای پلیس نشانه‌ای از بشکه‌های بزرگی پیدا کردند که در آن کاغذ سوزانده شده است. در ایران ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه نقش ایران در حمله سایبری به آلبانی را رد کرد و اتهامات مطرح شده را بی اساس خواند. شورای آتلانتیک شمالی که سازمان سیاسی و تصمیم گیری ناتو است با صدور بیانیه گفت ما با آلبانی همدردی کرده و حمله سایبری دولت ایران را محکوم می کنیم. کامبیز توانا، صدای آمریکا.